دوستان عزیز بینندگان محترم سلام عرض می کنم خدمت همگی شما خدا رو شکر می کنم که دوباره به ما فرصت داد که بتونیم در 15 همین جلسه درس های خدمات شبانی در خدمت شما باشم و از شما ممنونم که با علاقه و توجه آنطور که من میشنوم پیگیری میکنید موضوع را و میدونم که این دروس مخصوصاً برای همه کسانی که خدا رو میخوان خدمت کنند در ایران و خارج از ایران بین ایرانیان میتونه مفید باشه چون تجربیات عملی و تجربیات کتاب مقدسی از مردان خدا در این درسا نهفته شده ما در آخرین درسی که داشتیم قسمت چند دقیقه آخرش را با مشاوره شبانی شروع کردیم و متوجه شدیم اونجا که مشاوره مسیحی یا مشاوره شبانی چقدر اهمیت داره و بعد در مورد خصوصیات یک مشاور خوب صحبت کردیم که اولین نکته رو که خدمتتون دفعه قبل عرض کردم در مورد علاقه و محبت مشاور بود واقعا هیچ چیزی نمیتونه جای علاقه و محبت را در زندگی یک مشاور شبانی بگیره امروز هم محبت حرف اول و آخر را میزنه و کلام خدا هنوز هم محبت را آخرین سلاح مبارزه ما میدونه و هیچ چیز دیگه ای را نباید جایگزین محبت نمود بنابراین اگه میخواهید در خدمت مشاوره شبانی موفق باشید باید اون مشورت دهنده رو که پیش شما میاد غالبا دوست داشته باشید و اگه اون اینو احساس کنه و بفهمه که شما او را دوست دارید اولین قدم مهم را در خدمت مشاوره انجام دادید اما دومی صفت مهم مشاوره شبانی که بحث مربوط به امروز هست صداقت هست در رساله پولس رسول به افسوسیان باب چهار آیه 15 پولس رسول میفرماید بلکه با بیان محبت آمیز حقیقت از هر حیث تا به حد او که سر است یعنی مسیح رشد خواهیم کرد بیان محبت آمیز حقیقت یعنی حقیقت رو شما بگید ولی با محبت بگید حقیقت رو یک کمی با اصل قاطی کنید و به خورد مردم بدید تا راحت الحلقوم باشه به اصطلاح خودمون یعنی قابل پذیرش باشه همینطور که قبلا هم داشتیم مشاور شبانی باید شخص صادقی باشه صداقت در مشاوره به معنای اینه که او شخص بیریا صمیمی و حقیقتگو باشه او واقعا خودش باشه از هر نوع برتر نشان دادن خود یا سخنان غیر واقعی مانند چاپلوسی و نظایر آن دوری بکنه یکی دیگه از مفاهیم صداقت اینه که فکر و زبان شخص یکی باشه شبان باید روی حقیقت بیسته چون خادم راستی است خادم خداوندی است که منشا و منبع راستی است ولی متاسفانه چون اغلب حقیقت تلخ مخصوصا برای ما ایرانیا بیان حقیقت خیلی جالب نیست در همه موارد مشورت دهنده همینطور که در این آیه خواندیم باید حقیقت را با محبت با لطافت و یک ظرافت خاصی بیان کنه تا سبب رنجش بیجا یا بیش از حد مشورت خواهنده نگردد و تبدیل به جر و بحث و مجادلات لفظی نشه میگویند که در یک جایی در داستانها ها آوردن که بین آفتاب و باد یک مسابقه ای صورت میگیره مسابقه سر این موضوع بود که کدوم یکی از اینا میتونن باعث بشن که یک نفر برهنه بشه اول نوبت باد میرسه شخصی که در مزرعه داشت کار میکرد با یک زیرپیرنی و زیر شلواری مشغول کار بود وقتی باد میوزه شلوارش رو میپوشه و یک پیرن هم بر تنش میکنه باد که شدیدتر میشه بلوزش هم میپوشه میبینه سردش شد چون طوفان قویتره کت هم میپوشه دکمههاش میبنده وقتی در مقابل طوفان بیشتر قرار میگیره پالتو میپوشه شال گردنیش هم میندازه کلار هم میذاره و اینطوری محکم میسته و دستاشم میذاره روی هم و در مقابل باد که در اون نفوذ نکنه مقابله میکنه حالا نوبت آفتاب میرسه این شخص همینطوری با اون کدشروار و و پالتوی خودش ایستاده بود آفتاب شروع به وزیدن میکنه گرمش میشه پالتو رو در میاره آفتاب که حرارتش قوی تر میشه ایشون کتش هم در میاره شالگردنیش هم در میاره و فکر میکنه تا همین حد کافیه ولی باز آفتاب که حرارتش بیشتر میشه بلودش هم در میاره به همین ترتیب بعد از حرارت شدیدتر پیرنش هم در میاره زیر پیرنش هم در میاره خل اصطلاح میشه تسلیم میشه در مقابل حرارت آفتاب این یک نمونه بارزی است از کاری که جر و بحثای ما انجام میده تهاجمهای ما انجام میده و از کاری که عشق و محبت میتونه انجام بده وقتی که ما حقیقتا در مقابل عشق خداوند بیستیم که از طریق خادمین اون میتونه نمایان بشه مردم خل سلاح میشن حرارت محبت میتونه همه چیز رو زوب کنه کلام خدا میگه کیست که بتواند در برابر محبت بیستد محبت مثل موت زوراوره یعنی همینطور که هیچ کس نتونسته موت را شکست بده هیچ کس هم نمیتونه محبت را شکست بده همینطور آمده که آبهای بسیار محبت را خاموش نتواند کرد و سیل ها آن را نتواند فرو نشانید بنابراین مشاور خیلی لازمه که ضمن اینکه روی حقیقت میسته و حقیقت را با مشورت خام مطرح میکنه ولی حقیقت را با محبت ارائه بده آن موقع کلام او و نصیحت او و حتی توبیخ او مؤثر واقع میشه سومین صفت مهم مشاور شبانی درک شبان از وضعیت موقعیت و شرایط مشورت خاص پولس رسول در این رابطه در اول قرنتیان باب 9 آیه 24 میفرماید همه کس را همه چیز گردیدم تا بعضی را برهانم تازه میگه بعضی را برهانم یعنی با وجود اینکه همه کس رو همه چیز میشه همه رو هم نمیتونه برهانه یا موفق بشه برای کمکشون ولی روی بعضی ها این اثر موفقیت آمیز را میگذاره بنابراین یکی از تاثیرات مهم موفقیت ما اینه که کسانی را که پیش ما میان ما بتونیم خیلی خوب درکشون کنیم من مدت ها پیش در یک جمع فامیلی و دوستانه که قرار گرفته بودیم روزهای سال نو بود و من از هر کدوم از اون افراد پرسیدم که آرزوی شما چیست بزرگترین نیاز شما چیست درخواست شما امسال از خدا چیست هر کس یک آرزویی و مطلبی را که طبق احتیاجش بود مطرح کرد ولی مال یک نفر بیشتر از همه روی من اثر گذاشت و عجیبتر از همان هم بود برای من ایشون هیچ آرزویی را مطرح نکرد و هیچ احتیاجی را هم به میان نیاورد فقط در یک عبارت کوتاه این را گفت من تمام قلبم میل و آرزوم اینه که اطرافیانم منو خیلی خوب درک کنند مورد درک واقع بشم و این را چنان با احساس گفت و با چشمانی پر از اشک روی همه ما اثر عمیقی گذاشت عزیزان امروز مردم دوست دارن که از این تنهایی غیر قابل درکی که افرادیان افراد و اطرافیان نسبت به آنها دارند در بیان انتظار مشورتخواه اینه که مشورت دنده بتونه طرز فکر او را درک کنه بتونه احساسات و عواطف صدم دیده او را درک بکنه بتونه اعتقادات و میارهای اخلاقی او را درک کنه بله مشورت که پیش مشورت دنده میاد از اون انتظار رو داره که کشمکش ها و بحران ها و ناراحتی‌های های درونی که او با آن مواجه هست مشورت دهنده خیلی خوب بتونه اونو بفهمه وقتی مشورت خواهنده از همان اول بفهمد که مشورت دهنده او را خیلی خوب درک میکنه کار او آسان میشه بنابراین باید وارد دنیای درونیه شخصی که پیش ما میاد و از ما مشاوره میخواد بشیم اثر بعد وقتیه که مشورت خوانده بفهمه که مشاور او او را خوب درک نمیکنه و نسبت به او بیتوجهه در رساله ابرانیان دو در رابطه با عیسی مسیح گفته میشه که مسیح مثل ما انسان شد تجربه شد از تمام مراحل سخت وسوسه هایی که شیطان از او به عمل آورد عبور کرد بنابراین او خیلی خوب میتونه ما را درک کنه اونجا نوشته شده او میتونه تجربه شدگان را اعانت بکنه میسای مسیح نه به خاطر اینکه چون خداوند هست میتونه ما را درک کنه بلکه به خاطر اینکه او خودش از تمام مراحل انسانی عبور کرده اگه ما میخواییم یک مشاور موفق و موثری باشیم در رابطه با خدمت و کمک به مردم باید خودمون هم از دردها و مشکلات و مصیبتهایی که اونها گذشتن عبور کرده باشیم یا لاقل اگر صد درصد هم همون تجربه رو نداریم کاملا بفهمیم که او چی میگه لاقل مطالعهش رو کرده باشیم افراد مختلف را در این قسمت دیده باشیم در این رابطه خام و بی تجربه نباشیم این خیلی مهمه چون مشفرتخواه ما خیلی خوب میفهمه که ما وارد دنیای او شدیم یا نشدیم، او را فهمیدیم یا نفهمیدیم. در داستانها آوردن که شخصی طبق قوانین یک مملکت دست او را بریدن. فکر کردن اون مرتکب یک جرمی شده و طبق قوانین اون مملکت باید دست این افراد را میبریدن. پس در یک میدان بزرگ، در ملع عام، دست او را رسما بریدند و همه جمع شدند و دیدند که چطور دست این شخص به پایین افتاد و در حالی که خون جاری بود این شخص شروع به دویدن کرد و مردم پشت سر او میدویدند ولی او با سرعت زیادتر میدوید همه فکر میکردند که ایشون به زودی خواهد مرد چون این همه خون داره از اون می میره و او را به بیمارستان برسونند که لاقل جلوی و مرگ او را بگیرن ولی او حتی قبل از اینکه بیهوش بشه تا آنجایی که نفس در بدنش بود داشت میدوید و دیگران هم پشت سر او و نمیدونستن او کجا داره میره بالاخره از این کوچه به آن کوچه رفت رفت تا اینکه رسید به یک دری که اونجا ایستاد و در را کوبید و کسی که در را به روی او باز کرد دید که این شخص در حالی که خون از او فواره میزنه او را بغل کرده و به شدت داره گریه میکنه و اون هم در آغوش خونین او به شدت داره گریه میکنه بالاخره مردم به زور رسیدن و او رو جدا کردن و در حالی که بیهوش شده بود این شخص او را به بیمارستان رساندن و بالاخره با معجزه او زنده باند و بعد از اینکه به هوش اومد از او یک سوال کردم. چطور شد تو وقتی دست تو بریدن اونجا هیچ عکس عملی نشون ندادی هیچ فریادی از آه و ناله نداشتی گریه نکردی ولی وقتی به این شخص رسیدی که در منزل او را زدی اون موقع تازه درد و گریه ها و فشار شروع شد ایشون گفت برای اینکه دست هیچ کدوم از شما را تا حالا نبریده بودن که شما بفهمید شخص دست بریده چه دردی را داره ولی دست این بابا را سالها پیش مثل من بریده بودن و او خیلی خوب منو میفهمید و برای اینکه او منو درک میکرد من تونستم پیش او تخلیه بشم چون تنها کسی که اینجا در جمع ما میتونست منو درک کنه و باعث تسلی من بشه این مرد بود پس دقت میکنید درک ما و همدرد بودن ما چقدر میتونه باعث تسکین و قوت قلب افراد بشه پولس رسول در رساله دوم قرنتیان باب اول از آیات سه به بعد در رابطه با خدایی صحبت میکنه که خدای جمعی تسلیات هست و میگوید او ما را در هر تنگی ما تسلی میده تا ما هم بتونیم دیگران را در هر مصیبتی که باشند تسلی بنماییم به آن تسلی که خود از خدا یافته ایم زیرا به اندازه ای که دردهای مسی در ما زیاده شود به همین قسم تسلی ما نیز به وسیله عیسی مسیح میافزاید پس دقت میفرمایید تسلی که ما از خدا یافتیم به دیگران باید منتقل کنیم مصیبت هایی که ما دیدیم و خدا به داد ما رسیده الان بایستی تجربه ای به دست بیاریم که به یاد اون مصیبت دیدگانی باشیم که مانند ما در رنج ها بودن و به درد آنها رسیدگی کنیم بنابراین این سه صفت مهم مهمترین صفات یک مشاور شبانی است علاقه صداقت و درک البته صفات مهم دیگری هست که من دیگه وارد اونها نمیشم چون بحث ما بحث خیلی مفصلی نیست ما خیلی در رابطه با خدمات شبانی کار داریم خود علم مشاوره شبانی یک علم بسیار مفصلیه که شما میتونید کتابهای مربوط به مشاوره روانشناسی رو هم در این قسمت بخونید و همینطور مشاوره شبانی در بحرانهایی که مردم باش روبرو میشن و خودش یک دنیای وسیعه ما بسیار کلیات را خدمتتون میگیم ولی اگه میخواهید بدونید چه خصوصیات دیگری یک مشاور باید داشته باشه من فقط نام میبرم او باید کارایی خوبی داشته باشه یعنی مدیریت خوبی در مشورت داشته باشه بعد از یک شخصیت سالم برخوردار باشه شخص طبیعی و نرمالی باشه باید دلسوزی او قوی باشه نسبت به مشورت خواه و باید اطلاعات دقیق در رشته مشاور داشته باشه مشاور داشته باشه اینها صفات مهمیه که کمک میکنه که بتونه یک مشاور موفقی باشه ولی مهمترین همه در همون سه چیز اول که خدمتتون عرض کردم علاقه صداقت و درک او دیده میشه اما حالا برسیم به روش مشورت دادن مشاور باید از چه روش های مهم و اساسی در قسمت مشاوره برخوردار باشه که بتونه خدمت موفقیت آمیزی انجام بده روش توجه کردن اولین روشیه که او باید در خدمت خودش به کار ببره در کتاب امثال سلیمان باب 27 آیه 23 میگوید به حالت گله خود توجه نما و دل خود را به رمه خیش مشغول ساز دقت میفرمایید این آیه چقدر زیباست برای شبانان موقعی که من تازه شبان کلیسا شده بودم این آیه را به عنوان سرلوحه زندگی خودم قرار دادم که به حالت گله خودم نیکو توجه کنم دل خود را به رمه خیش یعنی فرزندان خدا که شبانی آنها را میکردم مشغول بسازم یعنی دلبستگی داشته باشم و این آیه را منده تقدیم همه شبانانی که میگفتند چه هدیه روحانی به ما میدید میکردم که میگفتم شما اگه میخواهید در خدمت شبانی شخص موفقی باشید همیشه فرمایش حضرت سلیمان را به خاطر بیارید به حالت گله خودتون توجه کنید عزیزان توجه مهمترین مظهر عشق و علاقه است ما بارها در انجیل با کلمه توجه در رابطه با عیسی مسیح روبرو میشیم مخصوصا نسبت به دردمندان قشر محتاج مریض ترد شده محروم اشخاصی که حالتهای طبیعی نداشتن عیسی مسیح از طریق توجه خاص محبتی که نسبت به اونها داشت آنها را درمان میکرد حالا چرا توجه در کار مشاور نقش مهمی داره چون از ریشه های مهم افسردگی و بیماری های روانی و حتی خودکشی در درد بزرگ بیتوجهی و بیاعتنایی انسان ها نسبت به یکدیگر نمایان میشه چرا مردم این همه روانی میشن؟ چرا این همه دست به خودکشی میزنن؟ چون متوجه شدن که محبت واقعی وجود نداره محبت ها کاذبه محبتی که اونها را از درون ارضا کنه وجود نداره همه چیز خودخواهی هر کس به نفع خودش داره زندگی میکنه ولی وقتی متوجه بشن که یک نفر واقعا نسبت به آنها توجه محبت آمیز داره نسبت به زندگی دلگرم میشن. توجه خیلی مهمه چون انگیزه بسیاری از کارهایی که مردم انجام میدن به صورت خداگاه یا ناخداگاه برای جلب توجه دیگران هست یکی از دوستان ما تعریف میکرد میگفت در یک مهمانی رفته بودم که به صورت یک پارتی بود با یک صحنه عجیبی روبرو شدم اونجا شخصی رو دیدم که کارهای عجیب غریب کرده بود ابروهاش رو زده بود یک مرد بود بعد نصف سیبیلش رو زده بود نصف صورتش رو تراشیده بود بقیه رو نگه داشته بود کراواتش رو به جای اینکه از جلو بندازه پشت انداخته بود بعد کفشاش رو لنگه به لنگه پوشیده بود همینطور جوراباش او. و بالاخره یک ظاهری داشت که نظر همه رو جلب میکرد میگه اول فکر کردیم که این شخص مریض یا دیوانه است ولی بعد وقتی پرسیدیم گفتن نه اینطوری نیست پس رفتم پیش او گفتم رفیق چرا تو خودتو به این ریخت در آوردی گفت من همیشه خیلی زیبا و شیک و به اصطلاح لوکس میومدم در این مجالس میدم هیچ کس به من توجه نمی کنه گفتیم امروز بدنیم سیم آخر یه مقدار غیر طبیعی بیایم شاید نظر بعضیا به سمت ما جلب بشه واقعا انسان چقدر موجود عجیبیه شما وقتی میرید در تقدیم یک بچه یا تعمید یک بچه میبینید همه نگاه ها به سمت اونه میگید کاش من جای این بچه بودم توی عروسی میرید میبینید عروس و داماد اونجا مطرن میگید کاش من جای این داماد بودم یا عروس بودم حتی در جلسه مراسم تدفین هم که برید چون اون مرده ای که تو تابوت خوابیده همه به سمت اون نگاه میکنن یا توجه به سمت اون میگید کاش من جای مرده بودم بالاخره انسان به طور کلی میخواد مورد توجه باشه حتی به هر قیمتی هم که شده بعضی از افرادی که قبلا جنایت میکردن میگفتن برای چی جنایت کردید گفت برای اینکه ما معروف بشیم عکس ما تو روزنامه بیفته و درباره ما مردم حرف بزنن انسان موجود عجیبیه که برای جلب توجه دیگران ممکنه حتی به دست, دست به کارهای عجیب غریب بزنه ضمنا رمز موفقیت یک شبان واقعی در توجه عمیق او به نیازهای گله نهفته شده پس بنابراین کلمه توجه در روش شبانی بسیار کلمه غنی با مفهوم و با محتواییه اما حالا توجه چیه؟ ما میخواییم توجه رو یک کمی بشکافیم همینطوری وقتی میگیم توجه شاید زیاد باز نمیشه توجه چیه؟ توجه به صورتهای مختلف دیده میشه اولا نگاه کردن مستقیم به چشم طرف مقابل نشانه ای از درک و علاقه است نگاهی که با عشق همراه باشه نگاهی که تعمق باشه توش نگاهی که تمرکز باشه نگاهی که تمام وجود شما تو این نگاه شما سخن میگه بسیاری از نگاه ها از هر سخنی پیامش غنیتره و چقدر مردم احتیاج دارن به یک نگاه عمیق آمیخته با محبت و عشق توجه در طرز نشستن ما دیده میشه وقتی ما نشستیم پیش مشورت آرام و راحت بدون اینکه هول بشیم یا شتاب زده بشیم یا حواس ما پرت شده باشه توجه در حرکات مشاور بسیار طبیعی و ملایمه از هر نوع حرکات اضافی و غیر طبیعی و هیجانات بیمورد پرهیز میکنه خیلی راحت ریلکس نشسته پیش او و میگه هر چی داری به من بگو من در خدمتت هستم مشورت دهنده اگه میخواد توجه رو بفهمه باید بسیار با ادب و مهربان در پیش مشورت خوب بشینه و تمرکز داشته باشه به او و از هر چیزی که میخواد تمرکز او را بگیره دوری کنه چه چیزایی میتونه تمرکز یک مشورت دهنده را بگیره که اون نتونه به اون مشورت خودش توجه عمیق بکنه شما هم فکر کنید با من چه چیزایی میتونه باشه گرسنگی یکی از اوناست. وقتی شخص گرسنه است حواسش به سمت غذاست نمیتونه متمرکز بشه همینطور خستگی وقتی شما خیلی خسته اید چرت میزنید چشماتون میره بنابراین اون مشورت خواه با شما حرف میزنه ولی شما غرق افکار خسته خودتون هستید و ممکن تو خوابتون ببره یا اینکه کار و مشغله زیاد وقتی شما خیلی فکرتون مشغوله دائم موبایل دستتونه و کی تلفن میکنه بهش جواب میدید و ضمنا دارید حرفای او رو گوش میدید به هیچ وجه نمیتونید مشاور خوبی باشید بعد موبایلتون خاموش کنید از تلفن کاملا ببرید و اون موقع متمرکز او بشید عجله و شتاب مخربه در قسمت توجه چه عجله ای بعد آرام بشینید حتی اگه لازم بشه دو ساعت سه ساعت چهار ساعت تمام روز هماهنگ کنید که بتونید اون روز در خدمت او باشید بی صبری وقتی که شما بی صبرید و میخواهید زود به نتیجه برسید استراب ناراحتی فکری یا پراکندگی افکار اینا همه بر ضد توجه هم. بی بیتفاوتی و حواسپرتی و و عوامل لوکس امروز هم مثل تکنولوژی هایی که وجود داره تلویزیون و ویدیو محیط پرستر و صدا و ایمیل ها و موبایل ها و کامپیوتر و مخصوصا اینترنت و فیسبوک و غیره و غیره که اینا همه میتونه مزاحمینی باشه که حواست شما را از اون شخص بیچاره ای که اومده پیش شما و از شما مشورت میخواد جلب کنه به سمت این چیزا شما نمیتونید با یک دست چند تا بگیرید باید مستقیما به خود اون شخص توجه بکنید مشاوره یک جنگ روحانیه بنابراین شیطان میخواد با عوامل مختلف فکر شما را گرفتار کنه که شما نتونید متمرکز اون شخص باشید ضمنا باید موقعی که میخواهید به اون شخص کمک کنید ظاهرتون باید خیلی بشاش و آراسته باشه توجه به وضع جسمانی و روانیتون از خصوصیات ضروری مشاور موفقه صورت آشفته ظاهر شلخته و نامرتب خستگی و بیحالی چهره مناسبی برای یک مشاور موفق نیست و اینا علامت بی احترامی به شخصیت مشورت خامی باشه شما باید اون مشورت را احترام گذاشته باشید با یک ظاهر خوب پیش او بیایید و در پایان این قسمت میخوام این خطر را هم یادآوری بکنم برای همه اونهایی که به جنس مخالف مشورت میدن که مواظب باشید صمیمیت زیاد شما به جنس مخالف تبدیل به علاقه جنسی نشه که این رسوایی بزرگی بار میاره برای یک شبان و همینطور در صورتی که لازم شما مدتها به اون جنس مخالف مشورت طولانی بدید شاید لازم باشه از همسرتون یا از وجود یک شخص سومی هم استفاده بکنید که اونم حضور داشته باشه که تنها مشاور شما نباشید پس شبان باید همیشه مراقب این باشه که اعضای کلیسا و مخصوصا جنس مخالف به او بیش از حد وابسته نباشه بنابراین بعد از اینکه ما متوجه شدیم که خصوصیات یک مشاور شبان باید در سه کلمه که خیلی کلمات مهمیه خلاصه بشه یعنی علاقه دوم صداقت سوم درک ما وارد بحث روش های مشاور شدیم که گفتیم برای اینکه شبان مشاور در خدمتش موفق باشه اولین روش مهم او اینه که توجه خاص به مشورتها داشته باشه که توجه رو هم امروز برایتون بیان کردیم و فیض خدا جلسه آینده بقیه روش ها رو دنبال میکنیم خدا برکتتون بده